سلام میکنم به شما. خوشحالم که یک بار دیگه در تلویزیون ایران فردا در رابطه با برنامه هایی که اختصاص به من داره تحت عنوان امروز و فردای ایران با شما هستم. بسیار خوشحالم. من همیشه همونطوری که میدونید نگاه هم به مسئله امروز و فردای ایرانه، مسائل گذشته نه این که اهمیت نداره، بسیار با ارزشه، مسائل روز بسیار با ارزشه. همه اینها در طی سالها هم در مورد گذشته گفته شده، هم در رابطه با امروز مرتباً و مرتباً از رسانه های مختلف شما در اختیارتون قرار میگیره. من سعی میکنم که مسائل کلیدی تر رو برای در عمل نگاه به امروزی که چجوری داریم زندگی میکنیم و فردایی که چگونه باید برامون پیش بیاد مطرح میکنم. در دو جلسه پیش در رابطه با مسئله بچه ها صحبت کردم، این مسئله تموم نشده، همچنان ادامهش خواهم داد، ولی امروز در یکی از پایه‌ای ترین مسائل بحث نیمی از جامعه همون بحث زنان رو میخوام مطرح کنم خدمتتون، به این معنا که مسئله زنان به نظر من یکی از کارسازترین و آینده سازترین ویژگی ها و هدف های فردای ما رو تشکیل میده که امروز پایه‌هاش گذاشته شده و شاهدش هستیم. بحث زنان در ایران تنها مختص به جمهوری اسلامی نیست. بحث تاریخی زنان سرچشمه میگیره از ایران باستان، از زمانی که به هر حال ما پادشاهان زن داشتیم، فرمانده ارتش زن داشتیم، فرماندهان سپاه داشتیم، فرمانده نیروی دریایی داشتیم. همه این جایگاه‌های بزرگی که میتونسته برای مردان باشه، برای زنان هم وجود داشته. اگر برگردیم از ایران باستان به یک باره به آغاز اسلام در ایران نگاه بکنیم، اگرچه ایدئولوژی اسلامی در همه مراحل تلاش بر این داشته که به شکلی زنان از صحنه اجتماعی به دور باشن، ولی ما باز شاهد گستره اعتراضات و فعالیت‌های زنان بودیم. به تاریخ مدون خودمون اگر نگاه بکنیم، شاهد انقلاب مشروطیت در ایران هستیم. در انقلاب مشروطیت اگرچه بحث جنبش زنان به اون ترتیب مطرح نبود، ولی واقعیت امر اینه که زنان در همراه مردان در مسائل سیاسی جامعه ما بسیار بسیار فعال بودن. نمونه های بسیاری رو زیادی رو ما داریم از حضور زنان در اولین مجلس شورای ملی اون زمان، حضور 300 نفری اونها که به اصطلاح با تپانچه و اسلحه آمدن و نمایندگان مجبور کردن که قراردادهای با روسیه رو لغو بکنن، حضور اونها در گرفتن تهران و همه اینها مراحلی است که ما شاهد تحول جنبش سیاسی و زنان در ایران بودیم تا میرسیم به دوران رضا شاه، دوران محمد رضا شاه. و این دو دوره رو من ناگزیر هستم که اشاره بکنم خدمتتون. اگرچه میشه گفتش که مشکلات سیاسی گسترده‌ای وجود داشت که شکی درش نیست، استبداد بود، دیکتاتوری زمان رضا شاه بود، همه اینها بود، ولی واقعیت رو فراموش نکنیم که قدم گذاشتن به دوران مدرنیته در جامعه ما و خاصه در جامعه زنان ایران آغازش از دوران رضا شاه، جامعه قبیله‌ای رو به جامعه شهری مدرن تبدیل کردن از اون زمانه. در دوران محمد رضا شاه تلاش‌های بسیاری شده، ما شاهد زنانی هستیم که وزیر شدن، سفیر شدن و سازمان‌های بسیاری در این زمینه به وجود آمده. به سرعت برمیگردم به دوران انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی همه تلاشی رو که داشت این بود که به نوعی
بتونه زنان رو از درون جامعه ایران به نوعی حذف بکنه. برخورد اولین برخوردی که هوشیاری بسیاری رو برای زنان ما به وجود آورد مسئله حجاب بود در آغاز انقلاب. مسئله یاروسری یا توسری رو هیچ کسی یادش نرفته. اون زمان هوشیاری است. اون زمان زمانی است که ما شاهد این هستیم که به هر حال زنان به خودشون میان، اگرچه ناگزیر باید که قبول کرد که تعداد کمی هستند در این زمینه. مثل همه جوامع دنیا، در همه جوامع پیشرفته دنیا هم همه زنان حضور ندارن. گروهی پیشرفته تر هستن، سرآمد هستن، حضور پیدا میکنن، فعال هستن، رهبری رو به عهده میگیرن و این در جامعه ما از آغاز انقلاب با شکل دیگری به وجود آمد، با یک فریبی که از شارلاتانیزم حکومت اسلامی در اون زمان خورده بودن. تلاش رژیم این بود که با حجاب و چادر سر کردن زنها همه رو به خونه برگردونه. تلاشش این بود اونها رو از چرخه اشتغال و تولید دور بکنه. تلاشش این بود که ازدواج‌های زودرس رو به وجود بیاره. البته نه اینکه نتونسته. الان همین الانی که ما در 37 سال بعد از حکومت جمهوری اسلامی هستیم، متاسفانه شاهد این هستیم که در گروه سنی دختران 10 تا 14 ساله متجاوز از 50-60 هزار نفر بچه دختر، بچه 10 تا 14 ساله ازدواج کردن، نزدیک 6-7 هزار نفر طلاق گرفته و بیوه شدن. همه اینها وجود داره. این ازدواج های زودرس، بیشتر از ازدواج های زودرس، همونطور که میتونید در دادگاه های ایران حق رشد وجود داره. یعنی اگر که دختر بچه‌ای بر حسب تقاضای پدر و پدر بزرگش به سن بلوغ نرسیده باشه، دادگاه میتونه بگه که من میتونم بگم از نظر فیزیکی این حق رشد بهش میدیم که باز به ازدواج برگرده. قانون اساسی جمهوری اسلامی، شاهد این هستیم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به هر حال اصول 19 20 21 115 همه اینها ضمن اینکه برابر از برابری همه زن و مرد صحبت میکنه، ولی میبینیم که در اصل 19 قانون اساسی میگه برابری، ولی نه اسمی از زن میاره نه اسمی از مذهب. در اصول 20 و 21 باز همین بحث برابری رو، حق زن رو مطرح میکنه، باز میگه موازین اسلامی. برابری با موازین اسلامی هیچ گونه مطابقتی نداره. برابری اینی که زن با یک مرد برابره، موازین اسلامی اینی که زن نصف مرده. در اصل 115 مسئله ریاست جمهوری باز بحث رجال مرده. بسیاری از این موارد رو شما شاهدش هستید که در قوانین جمهوری اسلامی و در قوانین روزمره‌ای که وجود داره در قانون مجازات اسلامی، همه اینها لحظه به لحظهش میتونه در جامعه ما دیده بشه و مورد توجه قرار بگیره. به عنوان مثال من خدمتتون عرض بکنم، در مورد تبعیض و نابرابری جنسی، وقتی که به آمار سال 2015 همین چند ماه پیش سازمان ملل متحد نگاه میکنیم، در بین 142 کشور جهان ایران در مقام 137. یعنی تبعیض و نابرابری جنسی به این حده. بعد بحث دیگری رو که نگاه میکنیم، اون خوشخیالی، اون خوشباوری که وجود داشته در یک زمانی که آقای خاتمی، آقای روحانی، حالا نه احمدی نژاد، میتونن کاری رو انجام بدن، ما شاهد این هستیم که در زمان آقای خاتمی است که پروژه اصلی عفاف و حجاب تشکیل میشه. اگرچه آقای خاتمی خودشون نمیرسن این کار رو انجام بدن، ولی محول میکنن به آقای احمدی نژاد. در طرح عفاف و حجاب همه بحث های جنسیتی، همه جداسازی ها در بیمارستان ها، در دانشگاه ها، در اتوبوس ها، همه و همه در طرح عفاف و حجابی است که آقای خاتمی تهیه کردن. بحث تعالی خانواده در دوران آقای روحانی، همه اینها میبینیم خط قرمز کشیدن رو مسئله زنان. اگر که ما باز برگردیم نگاه بکنیم، ببینیم که در دنیا چند تا کشور فقط و فقط از ما جلوترن که کمتر از ما حق زنان رو رعایت میکنن، برمیخوریم فقط به چند تا کشور. سودان جنوبی، اینها، تونگا، نمیدونم، مالی، این چند تا کشور هستن که جلوتر از ما هستن. کشورهای افریقایی که به هر حال اصلا وقتی که شما اسماشون رو میشنوید بعضی اسما به نظرتون بسیار غریبه میاد، ولی بگذاریم.
از این مرحله من فکر میکنم که وقتی میگذاریم به هوشیار شدن زنان ایران که کجا قرار گرفتن و چه دستاوردهایی داشتن، اگرچه دچار یک سری باورهای غلطی بودن، امروز به نظر من اصلاح شده که رژیم جمهوری اسلامی تنها اونها رو میخواد فقط و فقط زمانی که بیاد انتخاباتی بخواد انجام بشه و حضور اونها رو فیلم برداری بکنه، نه به این معنا که حضورشون اثری داره. مطمئن باشید، حالا گذشته از مسئله رأی زنان، رأی مردان هم همینطوره. اگر در حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی رأی کوچکترین ارزشی داشت، شما مطمئن باشید که این امکان به وجود نمی اومد که به حکومت‌های دیکتاتوری بگذارن که شما بیاد پای صندوق رأی بدید. بسیاری امروز ما در جامعهمون به راحتی می‌بینیم که بسیاری از زنان ما در گروه‌های سنی بسیار پایینی که عرض می‌کنم، اگر نیمی از جمعیت زنان ایران رو نیمی از جمعیت کل کشور رو زنان ایران تشکیل میدن، اگر در حدود این مقوله 40 میلیون نفر زن نگاه بکنیم، اگر در 12 میلیونش رو که زنان سن پایین زیر 10 سال و بالای 65 سال هستن رو کنار بگذاریم، میبینیم که ما یه مجموعه حدود 27-8 میلیون 30 میلیون زنی رو داریم، دختری رو داریم که اینها در مبارزه شرکت کردن. امروز جمهوری اسلامی بزرگترین مشکلش مشکل زنان دانشگاهی ما نیست، مشکلش این دختر بچه های کوچیکه که اونها هم آگاه شدن. برگردم وقتی که میگم دانشگاهی، برگردم به واقعا به مسئله دانشگاه. وقتی جمهوری اسلامی اعلام میکنه متجاوز از 62.3% جامعه دانشگاهی دانشجوی ایران رو زنان دختران تشکیل میدن، این معنیش چیه؟ معنیش اینه که با وجودی که نیمی از رشته های تحصیلی از حضور زنان ممانعت به وجود میاد، ولی با این همه اینها قادر شدن که در جایگاه والای خودشون بیستن و بتونن که یک آینده ای رو برای خودشون و برای جامعه ایران رقم بزنن. با وجودی که اینها رو خواستن کنار بگذارن، مرتب هر فشاری رو میارن که اینها از چرخه اشتغال بیرون برن، ولی ما شاهد این هستیم که از یک طرف به هر حال این زنان ما رسیدن به جایگاه سرپرست و رئیس خانوار شدن. معنی داره این سرپرست و رئیس خانوار شدن، یعنی این که اون زن این قدرت رو پیدا کرده که بتونه در یک خانواده ای که زن و مرد وجود دارن این جایگاه رو به دست بیاره. اگرچه مشکلات اقتصادی بسیار گسترده در این زمینه خیلی زیاده و کم نیست، در رابطه با مسئله اشتغال اینا تونستن که بتونن به هر حال به جایگاهی برسن که اگر رژیم اجازه حضور و ورود اونها رو نمیده، اونها قادر به این باشن که بتونن از نظر فکری به جامعه آینده ایران جایگاه واقعی خودشون ثابت بکنن و با فکری که به وجود میاد براشون بتونن راهی رو ایجاد بکنن که اون جامعه آینده خودش رو شکل بده. من در جلسات بعد باز هم در این زمینه صحبت‌های زیادی رو خواهم داشت خدمتتون، ولی میخوام خدمتتون بگم که امید من به توانایی‌های زنان ایران بسیار بسیار بالا و گسترده است. اعتقادم بر اینه که از نظر سیاسی انقلاب اول در ایران انقلاب مشروطه بوده، انقلاب دوم انقلاب جمهوری اسلامی و انقلاب سوم بدون تردید به دست توانای زنان ایران انجام خواهد شد. شما هم تردید نکنید، من مجددا به این مقوله برخواهم گشت.